زبان فارسی صحبت نمی کنه. قسمی که شما فرمودین این یک برچسب است علیه تاج فارسی زبان ها یا هزاره ها یا اوزبیک ها، جناب اردنشین ها سالهای رزر باز هم میخوایی را بزنه. هم وطنی عزیز ببینین، همین مجرم ما دفاع نمیکنیم. ممکن یکان انسان مبتذل از تاجک و اوزبک هزاره هم در این صف جنایتکارا باشن، این عمل زشت را اونا هم ترجیح بتن. اما وقتی یک آدم هم میان هویت افشا میکنن که از فلانه ولایت افغانستان است، باید تصاویر کسایی که اجسادشان در محل مانده بود به این آدم یک تا یک تا شریک میکردن که اینا کی هستن. چرا خود حکومت اعلان کرده این آدمی که ما دستگیر کرده ایم گفته طراح اصلی حمله بر دانشگاه کابل است. یک کسی که طراح اصلی حمله بر دانشگاه کابل میباشد، طبیعی است که هویت کسایی که اینا در اونجا انتقال دادن، جنایت مرتکب شد، هویت از اونها را بر رسانه افغانستان شریک میکرد. اما این کار را نمیکنن، صرف جهتی از این مخصوص ساختن از هانیامه یک بخشی از یک شخص را میارن یک متهمه و او را به اساس فشار وادار به این میکنن که بعض موضوعاتی را که واقعا جنایت است او آدم به گردن بپذیره. شما حتما اصیب قوی مرکز را هم دیدین که اونا خودشان اعتراف کردن لایف آمدن که به ما میگفت در بدل اینی کشتار اینی قدر پول ممکنی زر خریدشان باشه. یک چیز دیگر هم شما برای همه ملت افغانستان و جامعه جهانی را دقیق از ما که هم مطالعه دارم میفهمن، 5500 زندانی که آزاد شد، شما هم فیصدی کمشه برای ما. درسته ما تا فارس زبان ها هم داریم، مثلا ازبک ها هم در مهاجمان دست داره. از این 5000 برای من نشان بده 1000 همی فارسی زبان بود، 5000 برای من نشان بده بگم این فارسی زبان بود. این همی خودی نمایانگر، این همی خودی ثبوت میکنه، این همی قضیه را با دلیل و منطق ثبوت میکنه. یعنی بیشترین اقوام آقای غنیست، کسانی که در مساجد ما را شهید ساخت، مؤسس و بنیانگذارش اینها بود. یعنی مساجد ما را اینها آتش زد، مؤسس و بنیانگذارش این جناب ها بود. مکاتب های ما را، دانشگاه های ما را بالاخره به حالت های تهاجمی قرار دادن، پول و پولچک ما را آتش زدن، اقتصاد ما را برباد کردن، کشور ما را ویران کردن. مؤسس و بنیانگذارش کی بخواه؟ سه تا قضیه های بسیار بزرگ، شما قضیه گندمگ یا لاهورپیندی یا قضیه دیوران را ببینید، در رأسی کدام فارسی زبان قرار داشت، کدام هزاره بالاخره قرار داشت، کدام اوزبک و ترکمن یا دیگر بس بس اقوامی که در افغانستان ساکن است، اینا بالاخره اینا به صفت یک شخصی مشغول دهنده یا مهم در اون جلسه ها یا در اون سه تا قضیه بسیار بزرگ تاریخی که اینها به خاطر عیش و نوش و معیشتش برده برای مردم فروخ، یعنی ما داخل بودیم. باز بالاخره اگر ما هرچی بودیم نبودیم در مقابل تجاوز بیگانگان از این مرز بوم، از فرهنگ و تمدن ما بالاخره دفاع کردیم، شهید دادیم، زخمی دادیم، چرا بازی کارا رو میکنه اینا؟ چی میخوان دیگه اینا؟ برای من یک چیز اینها نشان بوده، من برای همشون احترام دارم، برای اقوام پشتنه، فقط یک تاریخ 2000 ساله فرهنگی برای من نشان بوده. اینها میگه افغانستان مال ماست، اینها میگه افغانستان 5000 ساله تاریخ داره، برای من فقط 2000 ساله از نگاه فرهنگی یک تاریخشان برای من نشان بوده. یک نویسنده بزرگشه، یک پزشکشه برای من نشان بوده، قسمی ابوعلی ابن سینا و یا دقیقه بلخی و یا بالاخره از خانم رابعه بلخی، امروز به نام رابعه بلخی نه تنها افغانستان 150 میلیون فارسی زبان افتخار میکنه. اردوها به نام اون بانی بزرگ ما افتخار میکنه. خب برای ما نشان بده اگر کشور مال اینها بود، اگر مؤسس و بنیانگذار اینها کسی دیگه بوده، زحمت کسی دیگه کشیده، اینها از کجا آمده؟ یعنی دوستی عزیز، از نظر خدا چین رسانه ساختن یک متهم را از یک بخش جامعه، شما چی فکر میکنین؟ چرا؟ شما ببینین بعد از 2006 یا 2004-2005 کم کم طالبا به حالتی کند و گذار طرف جنوب یا مشرق اینها فعالیت شروع میکردن. بالاخره ما در 2014 در 2012 خصوصا در این شرایط شاهد بعض جنایات بسیار بزرگ و عظیمش هستیم. شما تا به حال دیدین در قندهار مثال، در فاریاب یا در تخار
صد و چند تن از همتباران ما شهید شدند. در بین اونها یک تا پشتون بود. اگر پلیتای ما امروز خلوانهای ما شهید میشه، آیا اینها یکان تا پشتون هست؟ درست پشتون ها شهید میشه، او یک تصادفی شهید میشه. همه عمیق جنایتکار فکر که 4000-5000 نیروی طالبه که اینا به نام پشتون کشتن، چرا بالاخره می رسانه‌ای نکرد؟ یکیشه نگفت از فلانچه ولسوال کندهار یا هلمند یا یک جایی که پشت نشین بود برای ما نگفت. کسی که امروز برچسب میزنه میخواهم هویت ما را یا امو نام پنجشهر زیر سوال ببرن، یعنی اینها پنجشهر یک سرزمین مقاومت است. این ما درباره قلم فرسایی زبان فرسایی نمی کنیم. پیش از ما برای تمام جامعه جهانی، برای همه کشورها، ملل بالاخره مشخص است پنجشهر سرزمین کیها هستند. میخوان این سرزمینه یا جوانهای او سرزمینه دیگر بهانه نیافتن به بهانه این و آن رسانه‌ای کنن برای جامعه جهانی نشان بده یا کشورهای کمک کننده نشان بده. یعنی از این مردم هم جنایتکار هست. اگر جنایتکار بود به قول خود ها چرا همونجا نشان نداد؟ ها چرا رسانه های آزاد ما را میمان، میدیه های ما را میمان، میرفت از مرده اونها از اجسای اونها عکسبرداری میکرد؟ اینا هم مشخص میشه. دوستی عزیز هیچ که نکرده بود، خود از اینا تصویر گرفتن، خود در وزارت دفاع، پلیس افغانستان، قطعه سپیشل پورسش کمره دارن، اجسال کمره را اما ماجمین توسط امی جایی که اینا هم صاحبه از امی شخص متهم گرفتن براش نشان میدادن، رسانه‌ای میساختن و هویت شهی آدم باید وضاحت میداد. افغان هر جنایت یا هر عمل زشت را انجام میده هویتش را پنهان میکنن به خاطر که قوم پشتون در افغانستان درجه یک است، توهین نشن، تحقیر نشن، مردم به چشم شک نبینه. اما یک تاجک را میبرن رسانه‌ای میسازن، باز از یک تاجک دیگه قسمی که در گذشته از هزارهای درباری در مقابل تعذیب یا شکنجه عبدالخالق هزاره استفاده کردن، اینا امروز عینی کار از امرالله صالح در نقش توهین و تحقیر مردم تاجک استفاده صورت میگیره. این ترجمان بچه بعد میاد افتخارم میکنه میگه این جنایتکار از پنجشهر است. خودتو به شرف اگر بسیار عادل بودی متهمینی که اجسادشان در محل مانده بود اینا رو مویتش تثبیت میکردی سر این آدم. چرا این آدم شما گفتین که طراح اصلی حمله بر دانشگاه کابل است؟ طبیعی است که هویت اشخاص این میفهمند، تصاویرشان نشان میدادن. ما افتخار نمیتونیم بدون تصویر چیزی را مستند این شخص وضاحت بده که فلان کس از فلان جای افغانستان در این حمله نقش داشت. ما این را قبول کنیم. چرا؟ تصاویرش در اختیار حکومت است. اگر حکومت واقعا میخواد برای مردم وضاحت بده چرا نشان نمیده ساده تصاویرش؟ شما قضیه مبشر مسلمیان زبان دستگیری کرد، بعد از چند روز بعد من ویدیوی شدیدم، یعنی به نام داعش و فلان قضایی را چرا گرفتن و کی دستاد به نام اکرمه بود کی بود، باز قضیه را مفصل قصه میکنه زبان، یعنی ایر اسیر میکنه. کسانی دیگه ای بوده سری هم تو یک ظلم و ستم انجام میده توسط زعم و شکنجه، اینها میگه بعد فلان فلان یعنی مولای ها را در این کار دست داشت. یک چیز دیگه هم باید اینجا بگم تمام ملت افغانستان آگاه شد. شما در طول همی 6 ماه یا 1 سال دیدین چقدر علمای ما هم از دست دادیم. چرا اینا همش فارسی زبان است؟ دلیلش در کجاست؟ آیا برادرای پشتونی ما شیخ الحدیث ها، شیخ القرآن ها یا مفتی ها ندارن؟ دارن. چرا اینها به بانه های این و آن یا به بانه های دروغ اینها تعدادش زندان میشه؟ تعدادش میخوان تو به خاطر که هر کس در برادر هر کس در آگاهی دهی برای مردمش نقش اساسی را بازی کنه، مثل عیاض نیازی توسط فاجیسم باید کشته شود. امروز دیگه اینا را پیدا نکردن، حتی قشر روشن به نام یما سیاوش یک خبرنگار یادیر اینا کشتن. تا جایی که ما معلومات داره میگن یما سیاوش با یک اختلاس بزرگی در دی افغانستان بانک دسترسی پیدا کرده بودن، اونا حراس داشتن، بالاخره کشتن، صدایش خاموش ساختن. حال نوبت به این رسیده که اشخاص دیگی را بیارن به تصویر بکشن که گویا در جنایت افغانستان تاجکا هم نقش اساسی داره، با خصوصا میگن ولایت از پنجشهر بود. ببینین